خداوند بخشاینده و مهربان سلام سلام و صد سلام خدمت شما شاگردان عزیز امیدوارستم خوب و سعتمند باشید شما را خوش آمدید میگم به مکتب تمدن و یکی دیگری از درس فیزیک سنف 11 خب شاگردای خوب اما قسمی که شما در جریان هستین ما در درس پیش در مورد پراشوت معلومات حاصل کردیم و یکی چگونه پراشوت چی میشد بلند میشد یا پرواز میکرد و مورد استفادهش چی بود و سه تا رابطه مهم هم در پراشوت خوانده بودیم حالا میایم به تطبیقاتش یا حل مثال ها و تمرینش ولی قبل از حل مثال ها و تمرین شما فرمول هایی را که خوانده بودین سه تا رابطه بود حتما یاد خودتان مانده بر من میگین من روی تخته نوشته میکنیم و بعد از اون میریم با هم مثال ها حل کنیم خب کدام رابطه را داشتیم آفرین FD مساوی میشد به چی بی وی مربع و دیگه کدام رابطه داشتیم آفرین زمانی که سرعتش به سرعت حدی می رسید اف دی مساوی می شد به ام ضرب جی مساوی می شود و همچنان همین رابطه مساوی می شد به چی؟ گفتیم اونم سرعت به وی تی نشانش می تیم. پس نوشتهش می کنم چی؟ وی تی مربع و یک رابطه دیگه هم داشتیم اف دی بر سرعت های خاص بود نه؟ اف دی مساوی می شد به چی؟ آفرین ام ضرب در جی بر چی بود؟ وی مربع بر وی تی مربع این سه تا رابطه رو داشتیم و حالا میریم که مثال اول بخوانیم خب مثال اول ببینین دو هواباز دارای پراشوت های همانند بوده و کتله های آن به شمول پراشوت ها کیلوگرم و 82 سفر کیلوگرم می باشد کدام هواباز سرعت هدیه بیشتر دارد و نسبت سرعت های حدیشان چند است دو تا از ما دو تا گزینه خواسته دو تا کتله رو داده و دو تا گزینه هم خواسته ما کتله ها رو نشان میکنیم که ام 1 مساوی میشه به 62 کیلوگرم ام 2 مساوی میشه به 82 کیلوگرم گفته سرعت های حدی کدامش بیشتر است شما ما شما در درس پیش گفتیم هر جسمی که کتلش بیشتر باشه چی است؟ آفرین سرعت حدیش بیشتر است نه؟ چون جاذبه زمین بالایش بیشتر عمل میکنه خیلی تو میگیم اگر بر جواب اول ما یا نشته کنم الف اگر کتله دومی بزرگتر از کتله اولی باشه خی سرعت حدی دومی خی میگم وی تی دو بزرگتر از وی تی یک است. این شد گزینه اول حل شد. گزینه دوم گفتن نسبت سرعت هدی پیدا کنیم. یعنی چی رو پیدا کنی؟ کنیم؟ اینجا نوشته کنیم سوالیه وی تی دوی بر وی تی یک. میشه به نسبت یعنی به صورت کسری اگر ما این رو پیدایش کنیم. خب ما چرا دور در صورت گرفتیم یک در اخره چون دو کتلش بزرگتر بود نمیخوایم قیمت ما چی شد؟ اشاری به خب این چه رقم حل میکنیم؟ به این رابطه کنیم بر رابطه دومش. ما این امی رو بر هر دو کتله نوشته میکنیم درست است؟ یه تو نوشتهش میکنم که اف دی یک مساوی میشه یا اول دور نوشتهش کنیم اف دی دو مساوی میشه با مساوی میشه با چی؟ ام دو و جی بالا بر همگی یکسان است جاذبه زمین بر هر دو کتله مساوی میشه با بی. چون گفته پراشوتاش یکسانه پس B میگیرم V T دو مربع درست است؟ و اگر نفشش کنیم که F D یک مساوی میشه به M یک G مساوی میشه به B V یک کل مربع خب حالا چون از ما نسبتش گفته خیمه طورش میکنه طرف به طرف اینه میره چی میکنیم؟ تقسیمش میکنیم اینی مت... تناسب دقت کنین دی تناسب جی با جی اختصار میشه چون ها... پراشوت ها هم نبود. بی هم ثابت هایش اختصار میشه خیلی چی حاصل میشه؟ من این ای طرف مساوات اول نشتش میکنم چون میخوایم همین نسبت تناسب نسبت سرعت ها رو پیدا کنم وی تی دو کل مربع بر وی تی یک کل مربع مساوی میشه ام دوی بر ام یک ام دوی بر ام یک خب میشه که امدویم یک کمی چه قیمت شنوشتش کنیم درست 82 دو دو کیلوگرم 82 دو دو کیلوگرم بر 62 دو دو کیلوگرم خب واحداتش که اختصار میشه اگر 82 دوره, دوره تقسیم 62 کنیم چند حاصل میشه؟ یک اشاری سه دو حاصل میشه حاصل میشه که یک اشاری سه دو. خب دی قسمت ما مربع شنه میخوایم ما خود ویتی دوی بر ویتی یک را میخوایم نه مربعش خیلی چی میکنم جزر میگیرم اگر جزر بگیرم ویتی دوی بر ویتی یک مساوی میشه با اگر جزر یک اشاری سی دو را بگیریم چند میشه یک اشاری یک پنج میشه خواه این را ما چه رقم بیانش میکنیم میگیم اینی یک کس یعنی هر دویش با هم برابر است اگه قیمتش یک می آمد یعنی هر دو با هم مساوی می شود ولی تفاوتش صفر اشاری پانزه هست خیلی میگم چند؟ پانزه فیصد اینطور میگه میشه که نوشتهش میکنم پانزه فیصد یه طور بیانش میکنین که 15 فیصد سرعت هدیه جسم دوم یا نسبت به جسم اول چیز بیشتر است درست است این میتونیم هست یک شکل عبارت هم برش نشته کنی. یا اگه بیاییم در بخش مباحثه که با هم بحث کنیم که یک رابطه داشتیم مثل رابطه اول بودنی گفتیم که چی است دی گفتیم متناسب است به مربع سرعت اگه این رابطه رو بیایم ثبوتش کنیم گفتم میتونیم که این میگشاریه خب این خسمت ام2 بر X برآد یاگشار CD2 اطور اون گفتم میتونیم که ام2 بر چند برآد؟یهگشار CD2 یاگشار CD2 به منناکه این 1 یک یعنی یک برابر است با هم و سفرشار co فیصد تفاوت داره که تو گفتم میتونیم اگه به فیصد اینشانش به تیمز چی؟ فیصد میگیم که کتله جسم دوم سی و دو فیصد نسبت به کتله جسم اول بیشتر است این رقم میتونیم بیانش کنیم ولی این چه رقم ثبوت میکنیم این رابطه اولا اف دی را میبینیم ما در آوردیم یک یک پنج درست است اگر اینه اینجا نشتش کنیم سرعت پیدا کردیم نه یک یک پنج اگر یک یک پنج شما مربع کنین تقریبا مساوی میشه به چند یک بین شما میریم مربع کنیم ببینیم که آیا مساوی میشه یا خیر و با همدیگه دیگه میریم تمرین حل کنیم یک پیلوت خود را با پراشوت از ارتفاع 2000 متری از سطح زمین از تیاره سقوط میدهد اگر کتله مجموعی پیلوت و پراشوت 112 کیلوگرم باشد قوه مقاومت هوا زمانی که پیلوت به سرعت حدی میرسد چند است خب گفته زمانی که پیلوت به سرعت حدی میرسه یعنی چی زمانی که پیلوت خو... چی شده خوب دیگه نزدیک زمین شده کدام رابطه رو را ما و شما داشتیم زمانی که پیلوت به سرعت حدی میرسید این رابطش پس میم از اینجا حلش میکنیم میگیم که کتله پیلوت از M مسایی میشه به 112 کیلوگرم بود از ارتفاع اچ 2000 متری رها ره کرد خودشه خب سرعت حدیش به چند میرسه پس ما میایم ببخشید مقاومت هوا رو گفته پیدا کنیم یعنی اف دی مساوی میشه به چند خب از این رابطه حل میشه زمانی که سرعتش به سرعت حدی برسه مقاومت هوا مساوی به چی میشه آفرین اینجا نوشتش میکنیم که اف دی مساوی میشه به ام ضرب جی پس اف دی مساوی میشه به کتله چند است 112 کیلوگرم ضرب در جاذبه زمین 10 متر فیسیکن مربع میگیریم پس دی یا مقاومت هوا مساوی میشه به چند 1120 کیلوگرم ضرب متر فیزیکی مربع نیوتن میشه این ما حلش کردیم و پیدا کردیم و با هم میریم طرف مثال دوم شما مثال دومه ببینید <تصفح> یک توپ بسکتبال از بالای یک تعمیر مرتفع رها میشود. ا. شتاب اولی توپ در لحظه سقوط چند است؟ ب. شتاب توپ را در لحظه ای که به سرعت حدیش میرسد حساب کنین. سی شتاب توپ را در لحظه ای که سرعتان به نصف سرعت حدی میرسد دریابید اول یک رسم را بر شما میکنم که شما تصور کنین که این یعنی توپ در کدام موقعیت ها از ما شتاب خواسته درست است بر ما گفته که شتاب شاید در اولین لحظه ای که حرکت میکنه پیدا کنین. وقتی که به سرعت حدی میرسه یعنی بسیار نزدیک زمین شده اینجا فکر کنید سرعت حدی رسیده و دیگه وقتی که به نصف سرعت هدی میرسه اینه میره تقریبا مسیرش رو نصف میکنه میگیم دیگه این حالت پیداش کنه ببینید وقتی که تازه حرکت میکنه در قسمت نکات مهم پراشوت برتان گفته بودیم که سرعتش چقدر است؟ آفرین گفتیم چون هیچ قوه سرش عمل نمیکنه یعنی وی صفر کدام سرعت اولیه نداره دیگه سقوط آزاد است وی صفرش مسایی به سفر است خی شتابش هم به چی میشه؟ آفرین جاذبه میشه این شد حل گزینه اولش یا جی مسایب به جی شدین اینجا نوشته کردم برای دومی ببینید دومی گفته وقتی که سرعتش به سرعت حدی میرسه شتابش چند است گفتیم وقتی جسم سرعتش به سرعت حدی میرسه دیگه چی نمیشه؟ سرعتش از او که بالا نمیره خی تغییر سرعت نیامد پس آیا شتاب داریم؟ نه خیلی نداریم پس میگیم شتابش مسایی به چی هست؟ یعنی تو میگیم که سرعت جسم رسید به سرعت حدی تغییرات سرعت نداریم شتاب مساوی به چیه صفر است دومیشم میشم حل کردیم که مسایی به صفر میشه برای سومی سومی ما رو چی گفته؟ گفته که اگر سرعت جسم مساوی به نصف سرعت حدی شود یعنی یک بر دوی ویتی شود یک بر ویتی شود اینه یعنی تو مشخصات بر ما دادن خیانی دینی لحظه شتابش مساوی بچه از کدام فرمول استفادهش کنیم؟ از فرمول سوم استفاده هم میشه اتو رابطه داشتیم که F دی مساوی میشه به M ضرب G M ضرب G V مربع بر V تی مربع داشتیم ولی چون V مربع یکی بر دوی V تی شد پس قیمتش شنوشنه میکنم دیگه راستن یک بر دوی وی تی چون وی مربع داشتم خیلی نمیر چی میکنم؟ کل مربعش میکنم مخرجم وی تی مربع است فرمول تو تغییر شکل دادیم ببینید این وی تی مربع رو صورت رو با وی تی مربع مخرج اختصار میکنیم ولی این مربع شامل یک بر دو هم میشه که میشه یک بر چار درست است خیلی میگیم اف دی مسایی شد به ام ضرب جی یا ضرب در یک بر چار ضرب در یک بر چهار خب من ایفدی رو پیدا کردم ولی از من چی رو خواسته؟ شتاب خواسته این چه قسم پیدایش کنم؟ آفرین حتما میگن از قانون دوم نیوتن استفاده کن قانون دوم نیوتن تو بود که مجموعه قوه ها مساوی میشد به ام ضربه چرا از قانون دوم نیوتن استفاده کردیم؟ چون نیه جسم در حال حرکت بود دیگه نی؟ مجموعه قوه هایی که بالای ایتوب عمل میکنه چیست؟ یکی جاذبه زمین است یکی مقدار مقاومت هوایی است که در قسمت تحتانی تو وارد شده خیلی تو گفتم میتونم که مجموعه قوه ها مساوی میشه به ز... جاذبه زمین یا میگم وزن جسم است نه که عمل کرده وزن جسم اگر نشون کنم ام جی درست است منفی چی اف دی مقاومت هوا مجموعه قوه ها رو پیدا کردیم اگه مجموعه قوه ها مساوی باشه پس طرف مساوی قرار داده میتانیم نوشتش میکنم ام ضرب در ای مسایی میشه به ام جی منفی خب اف دی رو اگر راستا نمیجه وضع کنیم اف دی رو ما پیدا کردیم ام جی بر چهار بیام وضع کنیم در جایش ام جی بر چهار خب ام ها رو اطراف تخصی ام میکنیم ام اینجا خلاص میشه ام دیگه قسمت خلاص میشه و ام هم اختصار شد خیلی ای ای که ما شتابی که لازم داشتیم مساوی میشه به چی؟ آفرین اتا جی منفی جی بر چهار است اگر یک مخرج مشترک بگیریم هم چهار چهاره چهار تقسیم یک چهار چهار ضرب جی چهار ضرب یک یک شد چهار ضرب در جی هم جی منفی چهار تقسیم چهار یک یک ضرب یک هم یک یک جی این مساوی میشه شود چار منفی یک میشه سه خب ایره رو تو می کنم سه بر چهار درست است؟ باز جی رو در پالش نشته میکنیم خب پیداش کردیم که در نصف سرعت حدی شتابش سه بر چهار جازه زمین است بیاییم همین رو کنیم اینجا با رنگ آبی است پس نشتهش میکنم که سه بر چهار جی این قیمت شتاب در هر سه نقطه در هر سه نقطه که بر ما مشخص کرده بود گفته بود شتاب پیدا کنیم ما چی کردیم پیداش کردیم خب شاگردای خوب امروز ما تطبیقات فراشته با هم کار کردیم و از هر سه تا فرمولی و رابطه ای که جلسه پیش به دست آورده بودیم مثال کار کردیم ان شاء به خوبی یاد گرفته باشین تا درس بعد الله یار و تا